سلام بر شما با مجموعه خبری ساعت ده از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها، واکنش ها به حمله مرگبار روز جمعه در غرب کابل. شورای امنیت سازمان ملل متحد در خبرنامه آموزش را یگان راه برای رسیدن به صلح و امنیت در افغانستان گفته است. به یک آرزوی بسیار بزرگ مصروف فراگیری تعلیم هستند، اونها را هدف قرار می دهند. به نظرم از این کده جنایت بزرگ هیچ وجود ندارد. پیمان خرید نفت و گندم با ایران، ترکمنستان و قزاقستان. و در سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که تحریم ها بر افغانستان روند داد و گرفت را با مشکل روبرو ساخته است. با ترکمنستان ما در مورد تیل صحبت داریم، قرارداد رسمی میخوایم داشته باشیم، قرارداد دائمی داشته باشیم. با ترکمنستان، با قزاقستان و ایران روی مسائل آرد گندم صحبت داریم. خواست سیلاب زدگان ولایت پکتیا برای فراهم سازی سرپناه. وز دیر نقدیه ده ما سر کمک و که سزه خفل لیگ ده زان تا لیگ جای جار کن سدا زم ایرا بندی ووزی دیر سختی ده پده خیمه که خود ما وقت نووزی. و راه پیمایی صدها تن در کشور عراق. من سبغ سپهر هستم با مشروع خبرهای ساعت ده. شمار جان باختگان حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاج به 25 تن و شمار زخمیان به بیش از 30 تن افزایش یافته است. اما یونما میگوید که در آن حمله 35 تن جان باختند و 82 تن دیگر زخمی شدند. معاون دوم ریاست الوزراء اطمینان میدهد که عاملان این رویداد به پنجه قانون سپرده خواهند شد. وزارت خارجه کشور میگوید که دشمنان مردم افغانستان با انجام این گونه کارها میخواهند در میان اقوام و مذاهب کشور نفاق ایجاد کنند. مرکز آموزشی کاج که به روز جمعه آماج یک حمله مرگبار انتحاری قرار گرفت، ظاهرا دیده می شود که شدت انفجار حتی سقف این مرکز را نیز نابود ساخته است. مردم بسیار دماشت بر آمده بود، بیچاره ترس خورده بودن، کسی گریان میکرد، کسی در روی خود چرا خورده بود، که شما خانه میرفت. وزارت داخله میگوید که شمار جان باختگان به 25 تن افزایش یافته است. په پرونی برید کې کوم چې د کاج په نامه په یو روزنیز کورس باندې وشو په کابل کې، له بده مرغه زموږ د 25 تنو هیوادوالو ژوند یې واخیست. همدغه شانتې یو دیرش نور ټپیان شول. له دغه شانتې مراکزو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه شانتې دوی چې ځانګړي پروګرامونه لري باید زموږ امنیتي حوزې په جریان کې کړي. از سوی دیگر دفتر معاونت سازمان ملل متحد شمار جان باختگان را 35 تن و شمار زخمیان را بیش از 80 تن گفته است. معاون دوم ریاست الوزراء حمله بر مرکز آموزشی کاچ را جنایت ضد بشری می داند و اطمینان می دهد که عاملان این رویداد شناسایی خواهند شد. شاگردان بی‌دفاعی که در حال تحصیل علم هستند در مراکز تعلیمی معصومانه به یک آرزوی بسیار بزرگ مصروف فراگیری تعلیم هستند، اونها را هدف قرار می دهند. به نظرم از این کده جنایت بزرگ هیچ وجود ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های اسلامی، دبیر کل سازمان ملل متحد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیدبان حقوق بشر، سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، وزارت خارجه ایران و نخست وزیر پاکستان این حمله را نکوهش کردند. شماری از بانوان در کابل در واکنش به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج راه پیمایی کردند. این بانوان از سازمان ملل متحد میخواهند که در این باره خاموش نباشد. از سوی هم سخنگوی فرمانده امنیه کابل میگوید که راه پیمایان باید پیش از برگزار شدن راه پیمایی ها با نهادهای امنیتی هماهنگی کنند.
شمار از بانوان در کابل در واکنش به حمله انتحاری بر دانش آموزان آموزشگاه کاج راهپیمایی کردند. خواستم خودم از امارت اسلامی است که اقدامات فوری در تضمین امنیت زنان و دختران افغانستان انجام بده. خواستم سازمان ملل است که فقط سکوت بشکنانند. بس است دیگر. همزمان با این تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند نشان می‌دهند که شمار از دانشجویان در داخل دانشگاه تعلیم و تربیه نیز دست به اعتراض زدند. وقوع انفجار در مراکز آموزشی و تحصیلات عالی سبب می‌شود تا دانش آموزان و دانشجویان نتوانند به گونه مسئول به درس و تحصیلشان ادامه بدهند. از سوی هم فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که باید راهپیمایان پیش از برگزار شدن راهپیمایی‌ها با نهادهای امنیتی هماهنگی کنند. باید و لی وقت مخکې زموږ امنیه قمندانۍ په جریان کې وي، هغوی سره د لاریون هدف همدغه شانت سیمه ورته مشخصه شوي وي، تر څو هغلته موږ امنیتي پرسونل ولیږو، هغه سیمه پاکه کړو، د دوی امنیت چارې سنبال کړو. بامداد روز جمعه مرکز آموزشی کاج در ناحیه 13 شهر کابل آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت. امارت اسلامی جان باختن 25 تن و زخمی شدن 31 تن را تایید کرده است. وزارت صنعت و تجارت برای خرید نفت و گندم با 3 کشور پیمان تازه می‌بندد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت هدف از امضای این پیمان‌ها را کاهش بهای مواد خوراکی و نفت در بازارهای کشور می‌داند. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تحریم‌ها بر افغانستان روند داد و گرفت را با مشکل روبرو ساخته است. وزارت صنعت و تجارت برای کاهش بهای مواد خوراکی و نفت در بازارها پیمانهای تازه را با کازاخستان، ایران و ترکمنستان می‌بندد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که در هفته‌های آینده گندم و نفت خریداری شده از مسکو وارد کابل خواهند شد. با ترکمنستان ما در مورد تیل صحبت داریم، قرارداد رسمی می‌خوایم داشته باشیم، قرارداد دائمی داشته باشیم. با ترکمنستان، با قزاقستان و ایران روی مسائل آرد گندم صحبت داریم. ما کوشش میکنیم قراردادهای داشته باشیم با سکتورهای خصوصی ما هم ضربه وارد نکنه و قراردادهای ما قراردادهای دائمی باشه. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که محدودیت بر بانکهای کشور سبب شده است تا روند داد و گرفت افغانستان با کشورهای دیگر کاهش یابد. تحریم سری بانکهای افغانستان باید او باید دور شوه و بانکها باید آزاد مانده شوه تا پول تجارت افغانستان هم از خارج انتقال داده بتنه و هم به خارج انتقال بته به قیمت بسیار ناچیز. تحریم ها بر افغانستان روند انتقال بانک نوت های چاپ شده را نیز با مشکل روبرو ساخته است. رئیس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان در گفتگو با رسانه آمریکایی میگوید که افغانستان در سال 2020 پیمان را برای چاپ بانک نوت با پولند امضا کرد، اما پس از سقوط جمهوریت روند انتقال این بانک نوت ها متوقف شده است. از سوی هم مسئولان امارت اسلامی از جامعه جهانی میخواهند که تحریم ها را بر افغانستان بردارند. تحریمات باید برداشته شود، با مردم افغانستان در تمام عرصه ها همکاری و مساعدت صورت بگیرد. حقوق افغان ها، تمام حقوق افغان ها که در نرم ها و معیار های بین المللی مسلم هست و حقوق مسلم افغان هاست باید اعاده شود، داده شود. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته است که تحریم ها بر افغانستان سبب شدند که روند سرمایه گذاری های بزرگ را در کشور کاهش بدهد. شماری از سیلاب زدگان در ولایت پکتیا به دلیل نبود سرپناه نگران زمستان پیشرو هستند. این سیلاب زدگان میگویند که تمام دار و ندار خود را از دست دادند و زیر خیمه زندگی میکنند. در همین حال مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پکتیا تعهد میکنند که به آسیب دیدگان کمک های بیشتر فراهم خواهند کرد. سید بی بی به دلیل سرازیر شدن سیلاب ها همه دار و ندار خود را از دست داده است. میگوید که مسئولیت 5 عضو خانواده اش را بر دوش دارد و نگران فرارسیدن فصل سرما است. وز دې نقدی د مسره کومک وکي چې زه خپل لیک د ځانته لیک جای جوړ کوم چې دا زمه را باندې ووځي ډېره سختي ده په دغه خیمه کې خو د ما وخت نه ووځي. فضل حق نیز مانند دیگر سیلاب زدگان خانه اش را از دست داده است. این باشنده پکتیا از مسئولان امارت اسلامی میخواهد که به سیلاب زدگان کمک کند. دولت له طرف نه او ځینې خیریه مسئول له طرف نه موږ سره مرسته ونسي نو موږ په همدې حالت یو. از سوی دیگر مسئولان محلی از تلاش ها برای رساندن کمک های بیشتر به باشندگان محل خبر می دهند. طول و تمرست رسیدل یه لاسنیوه شوی و IRC پا دو غراتون که در سپینده لسکور نچیدی دو تا به یوه خیمه
او 4000 نقد پیسې په کده د یو مسه مرسته چې لګو. سیلاب های پسین افزون بر ولایت پکتیا در برخی از ولایت های کشور نیز به مردم خسارات هنگفت مالی را بر جا گذاشته است. معاون اداری ریاست الوزراء میگوید که کار برخی از مجتمع های مسکونی در شهر کابل پیشرفت خوب دارند. عبدالسلام حنفی میافزاید که وزارت شهرسازی و اراضی برای حل مشکلات آموزگاران و بیجا شدگان برنامه را روی دست دارد که با پایان کار شهرک های رهایشی مشکل باشندگان کشور در زمینه مسکن برطرف خواهد شد. وزارت شهرسازی و اراضی برنامه 6 روزه را برای افزایش توانایی های مدیریتی و رهبری مسئولان 34 ولایت در کابل برگزار کرده است. معاون دوم ریاست الوزراء فعالیت های وزارت شهرسازی و اراضی را در زمینه عملی شدن پروژه های ملی مانند کابل جدید، شهرک پیروزی و مجتمع رهایشی قطر می ستاید. اگر الله متعال خواسته بود این پروژه ها تکمیل شوند، انشاءالله تا حد زیادی مشکلات هموطنان ما شما از نگاه کمبود اماکن زیستی رفع خواهد شد. در همین حال سرپرست وزیر شهرسازی و اراضی از کندی کار پروژه شهرک پیروزی انتقاد می کند. دیر لسه و در اتیا که در دیزین سوی و بگو که تروس پوری چه کار نو سوی مگه پا کمو حد سو باندی لده بیجنگ ننگرهار بیجنگ شرکت سره دیدی خبره و که استاس بیده تصویری کلب که اولی دل اغا کار شروع سوی ده خو کدی مگه پنید که بیا هم خلال راسی دا بیا هم ناکامیگی. همزمان با این شماری از مسئولان ولایت ها از مقام وزارت شهرسازی و مسکن خواهان بودجه و صلاحیت های بیشتر کاری در زمینه اجرای فعالیت های اداری در این ولایت ها هستند. بهبود و سرعت بخشیدن به کار در مرکز و ولایات، همکاری ویژه و اقدامات عالمانه مقامات ذی‌صلاح امارت اسلامی را خواستاریم. پروژه های مجتمع رعایشی قطر، نیلباغ، شهرک پیروزی و کابل جدید از پروژه های بزرگ مسکن شمارده می شوند که وزارت شهرسازی و اراضی در یک سال پسین کار عملی آن را آغاز کرده است. یک پزشک افغان کودکان لبچاک و کامچاک را در کابل به گونه رایگان جراحی و درمان می کند. این پزشک که به تازگی از ترکیه آمده است که می گوید 70 کودک را در پایتخت جراحی و درمان خواهد کرد. از سوی هم شماری از بیمارداران از کار این پزشک افغان ستایش میکنند. روند عملیات جراحی 70 کودک لبچاک و کامچاک روز شنبه در کابل آغاز شد. یک پزشک افغان که تازه از ترکیه برگشته است، این عملیات را در یک از شفاخانه های خصوصی در کابل به گونه رایگان انجام می دهد. فعلا در کابل هستم و تقریبا اینجا در حدود 70 مریض پلان دارم که در شفاخانه رایل عملیات کنم رایگان. و پس از او پلان مایی است که باید هلمند برم. در هلمند در حدود 1.5 طفل منتظر است که اونا را باید عملیات کنم. شماره از بیمارداران می گویند که به علت چالش های اقتصادی توان درمان کودکانشان را نداشتند. مرضی هم تولی شد همین رقم بود دیگه. چند دکتر بردن که وضع اقتصادی ضعیف بود نشد. با ایجا آمدیم. نفرهایی که مشکل اقتصادی داره برای از وضع خدمت است و کاری خوب هستند. پیش از این 150 کودک از سوی همین پزشک در ولایت کندوز به گونه رایگان عملیات و درمان شدند. شماری از شرکت های ساختمانی میگویند که تا هنوز نهادهای دولتی بدهی هایشان را نپرداخته است. مسئولان این شرکت ها از امارت اسلامی و نهادهای تمویل کننده میخواهند که بر دوام و یا لغو پروژه های نیمه کاره تصمیم بگیرند. از سوی هم وزارت مالیه اطمینان میدهد که پس از نهایی شدن راهکار این وزارت یک کمیته در این باره تصمیم خواهد گرفت. برخی از شرکت‌های ساختمانی، سرکسازی، لوجستیکی و صنعتی از پرداخت نشدن بدهی‌هایشان از سوی نهادهای حکومتی انتقاد می‌کنند. مسئولان این شرکت‌ها می‌گویند که نهادهای حکومتی میلیاردها افغانی بدهکار هستند. تقریباً 6 ماه قبل از سقوط نظام قبلی کوده های پرداخت سکتور خصوصی در مقابل سکتور خصوصی بند شده بود. با آن هم سکتور خصوصی نخواست که پروژه های خود را نیمه کاره
در این شرایط بگذارد. دی تیر پینزه کلن نظام مالی را نغواری، اما دی تیر نظام پینزه کلن دی ما حق چی پوربانده دا قرضدار تا ما تسترگی پی پتوی ما تخبل حق نرا کوی. از سوی هم وزارت مالیه میگوید که راهکاری را به هدف برطرف شدن این مشکل به معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا فرستاده است. چه هر کله نوموړی میکانیزم د اقتصادي معاونیت له لورې نهایي او تایید سي، نو اړونده کمیټه به په عملي لحاظ د میکانیزم مطابق خپل کارونه شروع کړي. در حال حاضر بسیار پروژه های زیربنایی و ویژه پروژه های برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت های مختلف کشور متوقف هستند و تا هنوز بانک جهانی کار این پروژه ها را از سر نگرفته است. ادامه خبر ده پس از وقفه. باز هم خوش آمدید. شماری از پزشکان و بیمارداران شفاخانه کادری دانشکده طب دانشگاه خست از نبود امکانات شکایت دارند. برخی از پزشکان میگویند که همه روزه ده ها بیمار به این شفاخانه مراجعه میکنند، اما به دلیل نبود امکانات نمیتوانند به آنها رسیدگی کنند. در همین حال مسئولان این شفاخانه اطمینان میدهند که به این چالش ها رسیدگی خواهند شد. این شفاخانه 50 بستر کادری دانشکده طب دانشگاه شیخ زاید خست است که افزون بر کار عملی دانشجویان طب، شماری از بیماران نیز در اینجا درمان می شوند. پزشکان این شفاخانه می گویند که هر روز نزدیک به 400 بیمار مراجعه می کنند، اما به دلیل نبود امکانات با چالش های زیاد روبرو هستند. داخلک دیر غریبان دی دوای اخستل و وسن لری، نو کایدای دی پاره مثلا اغه اولیا شیان چې د خوست د خلکو دی پاره مثلا اړین دی، بعضی دواګانی دی ته مثلا راوړل شي ډیره ښه خبره وي. مریضان ډیر دی، نو غواړو سیا مریضان ته دغه پیدا سي، یو د حل لاره باید پیدا سي. ډاکټرونو نه موږ ډیر خوشحال یو، ډیر ښه ډاکټرون دی ماشاءالله الحمدلله، او یو د مړی تکلیف شته چې موږ دغه ځای د ورسون ټول بازور ته تکتی. در این شفاخانه برخی از ماشینالات و ابزارهای طبی به دلیل نبود افراد مسلکی فعال نشده است. پل هل دی پوره مو دا 50 مستریز رختون دی مریضانو چې د څومره مراجعین لري دا کفایت نه کوي. مو غوړو چې په رتلون کې دا شفاخانه ته پرمختګ ورکو او تر 150 یا تر 200 مستریز رختون پورې ورسو. پیش از این امارات متحده عربی به ارزش 9 میلیون دلار ابزارهای طبی به این شفاخانه خریداری کرده است. شماری از مسئولان شرکت‌های خصوصی لوجستیک در اروزگان میگویند که سرنوشت میلیون‌ها افغانی بدهیشان بر منصوبان حکومت پیشین روشن نشده است. برخی از این شرکت ها ادعا دارند که بیش از یک سال می شود که امارت اسلامی در این زمینه توجه نکرده است. در همین حال مسئولان محلی اروزگان می گویند که نگرانی این شرکت ها را با کابل شریک ساخته است. میان برنامه کوتاه. به ادامه خبر ده خوش آمدید. ریاست شهرداری پلخمری بغلان از تخریب 400 خانه و دکان که در ساحات غصب شده ساخته شدند خبر می دهد. شهردار پلخمری می گوید که هدف از آغاز این برنامه توسعه فضای سبز در این ولایت است، اما برخی از خانواده های زیانمند از این کار شهرداری پلخمری انتقاد می کنند. ریاست شهرداری پلخمری روند تخریب ساحات غصب شده را در 6 نواحی شهر پلخمری آغاز کرده است. این پیرمرد میگوید که تخریب خانه‌اش از سوی شهرداری پلخمری 500 هزار افغانی به وی زیان رسانده است. سخت شده نیست، مردم این نمیادن یک جاچون موتور شد، این نمیادن یک لغمانان پیدا کردنش و بسیار مشکل است. در این سر زمستان به هر خانواده 5 لک، 6 لک، 7 لک همیتون زیان برشان رسیده. برخی از خانواده ها از این کار شهرداری پلخمری انتقاد می کنند و ادعا دارند که در هنگام تخریب به آنان اجازه بیرون کردن اموالشان را نداده است. بی پرسان و بی سوال می چپن کنم میرم، یک چند روز من اگر آدم وقت بده که مردم
کشتش جمع کنه یا دروازه و کلکینش جمع کنه. ما را وقت نداد. اگر وقت میداد زمستانه تر میکرد، ما عمل میگفت چپا کن، چپا میکرد. ولیکن دو ما وقت نداد. گفت چپا میکنید در مقابل زور چیز گفته نتونستیم. اما ریاست شهرداری پلخمری با رد این ادعا میگوید که پیش از آغاز این روند به تمامی باشندگان این ولایت اطلاع داده است. یک ماه قبل مردم خبر دادیم، بلکه دو ماه قبل مردم خبر دادیم و زمانی که ما کار آغاز کردیم خود ما در صحنه رفتیم. ریاست شهرداری پلخمری تاکید میکند که بیشتر ساحات سبز در حکومت گذشته از سوی زورمندان غصب شده است و برنامه تخریب ساحات غصب شده به گونه یکسان بالای همه عملی خواهند شد. صندوق کودکان ملل متحد دو شبکه آبرسانی را در دو ولسوالی دلارام و خاشرود نیمروز به بهره برداری می‌سپارد. رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز می‌گویند که با بهره برداری این شبکه ها 250 خانواده به آب بهداشتی در واقع فراهم می‌کند. از سوی هم برخی از باشندگان نیمروز می‌گویند که از نبود آب آشامیدنی بهداشتی رنج می‌برند. میان برنامه باز هم خوش آمدید. مسکو با برگزاری مراسمی به گونه رسمی الحاق 4 منطقه اوکراین را به روسیه اعلام کرد. رئیس جمهور این کشور میگوید که برای دفاع از این مناطق از هر اقدام نظامی دریغ نخواهد کرد. چند خبر کوتاه دیگر. صدها تن در بغداد به مناسبت سومین سالگرد تظاهرات اکتبر 2019 اعتراض کردند. نیروهای امنیتی عراق با استفاده از گاز اشکاور از ورود این معترضان به منطقه سبز جلوگیری کردند. این معترضان با بلند کردن شعارهای ضد اعتراض از فساد و سهمیه قدرت در عراق انتقاد کردند و خواستار انحلال پارلمان و مجازات عاملان قتل معترضان در تظاهرات 2019 شدند. به تاریخ اول اکتبر 2019 هزاران تن در عراق در اعتراض به بیکاری، فروپاشی اقتصادی و فساد در دستگاه حکومت راهپیمایی کردند که این اعتراضات ماها طول کشید که منجر به استعفای دولت شد. درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی در آن زمان سبب کشته شدن 600 تن و زخمی شدن بیش از 30,000 تن شده بود. 54 کشور عضو سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه مشترک از ایران خواستار توقف خشونت بر معترضان شدند. اعتراضات در پی درگذشت مهسا امینی در چندین شهر ایران وارد سومین هفته شد. ایرانیان نه تنها در داخل کشور بلکه در سایر نقاط جهان نیز در برابر سفارت ایران در پی این رویداد راهپیمایی کردند. گزارش ها حاکی از آن است که قرار است در 151 شهر جهان این اعتراضات برگزار شود. رسانه های ایران نیز از کشته شدن 19 تن به شمول دو فرمانده سپاه پاسداران در زاهدان خبر می دهد و تا کنون مشخص نیست که به حمله اعتراضات اخیر در ایران ربط دارد یا خیر. نخست وزیر هند خدمات 5G را در این کشور راه اندازی کرد و آن را گامی به سوی عصر جدید خواند. این در حالی است که اخیراً هند سومین قطار سریع و سیر ساخت این کشور را در ایالات گجرات را اندازی کرد. این کشور در نظر دارد تا 75 نوع این قطار را تا سال 2023 راه اندازی کند تا مناطق تجارتی را به هم وصل کند. به این ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. از همراهتان سپاسگزارم. به امید آینده بهتر.